سلام برادر خاره عزیز مهمون عزیز کسانی که با عیسی مسیح آشنا هستند میدونن که تعریف های زیادی هستند برای اینکه چرا عیسی مسیح به دنیا آمده و خودش خودش هم همینطور گفته که من آمدم به شما پدر رو آشنا کنم و چیزهای تعریف های مختلف هستن امروز هم یک تعریفی میخوام بکنم که به چه دلیل عیسی مسیح به این دنیا آمده و در رساله اول یوحنا باب سه آیه 5 و هشت اینو برای شما میخونم و اونجا برحال اینو این تعریف رو میکنه و میگه که هر که گناه کند شریعت, شریعت, شریعت خدا رو میشکند زیرا گناه چیزی جز شکستن شریعت نیست شما میدانید که مسیح ظاهر شد تا گناه ها را از میان برادران و نیز در میان در از میان ببخشید بردارد و نیز میدانیم که او کاملا بی گناه است پس دوباره میخونم شما میدانید که مسیح ظاهر شد تا گناه ها را از میان بردارد و نیز میدانیم که او کاملا بیگناه است هر که در گناه به سر میبرد فرزند شیطان است زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا کار شیطان رو نابود کند پس این یک تعریفی هست که اینجا میگه که پس پسر خدا چی برای چی آمده آمده که تمام کار و افکار شیطان رو نابود کنه و اینجا ننوشته که عیسی مسیح بی میاد اینجا شیطان رو نابود میکنه بلکه تمام افکار کار شیطان رو خراب میکنه باطل میکنه و ما میدونیم که یک روز کتاب مقدس برحال اینو میگه که یک روز شیطان هم داوری خواهد شد و جهنم جهنمی که خدا نه برای انسان بلکه برای شیطان و فرشته های او خلق کرده یا درست کرده یک روز اونجا خواهد رفت فقط الان اینجا در مورد کارهای شیطان صحبت میکنه در مورد چیزهایی که شیطان در این دنیا و همینطور هم در ما ساخته هست و زمانی که به دنیا نگاه میکنیم اونجا یه چیزی متوجه میشیم که برای اینجا ویرانی هست الان کلند اگه اخبار رو نگاه میکنیم میبینیم که برال دیکتاتوری هست سوء استفاده از قدرت هست خشونت هست جنگ هست جدایی هست گرسنگی هست مرگ هست خیلی چیزای بلاهایی در این دنیا هست که به وسیله ما شیطان این کار رو انجام میده خود شیطان کاری نمیکنه بلکه به وسیله انسانه که خداوندی دنیا رو نابود میکنه ما میدونیم که از زمانی که انسانم که گناهکار شد تمام خصوصیت های شیطان که خود در انسان قرار, گرفته و اینجاست که انسان شروع میکنه تمام افکار شیطان رو در این دنیا ظاهر کردن و زمانی که نگاه میکنیم این دنیا رو به حال این تمام چیزها رو میبینیم تمام بله هایی که میبینیم که انسان به وجود آورده تقریبا اینطوری میتونیم بگیم که انسان دست و پاه و چشم و گوش شیطان در این دنیا که عمل میکنه همینطور هم که ما میدونیم که زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح چطور ما از ظلمت به نور نور خداوند من اونجا منتقل میشیم اون موقع یک وسیله برای عیسی مسیح میشیم اون موقع ما پای عیسی مسیح میشیم چشم عیسی مسیح میشیم گوش عیسی مسیح میشیم دهن عیسی مسیح میشیم که خداوند به وسیله ما به وسیله فرزندان خودش تمام چیزای صفتهای خودش رو آشکار میکنه فقط الان در حال حاضر نگاه میکنیم که به خاطر این گناه اولینی که انسان وارد شده این تمام سمرایی که هست که اونجا نوشتم بی نظمی، ویرانی، تنهایی، جدایی، غم و اندو، دروغ، بیماری، اسارت، افسردگی، ناامیدی و احساس ترچدگی و مرگ این تمام چیزهایی هست که شیطان در انسان به وجود آورده و این باعث شده که انسان دیگه با این خودمهوری خودش سعی میکنه به هر چقدر در مورد محبت صحبت میکنه سول صحبت میکنه تقریبا برعکسش رو در این دنیا انجام میده و همینطورم هم که اینجا پایم پاینم چیز چیز این کار شیطان در انسان است چنین فردی خود و محیط زیست را از بین میبره و کار شیطان هم همینه که ما رو در اسارت نگه داره ما رو به نابودی به،, 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 به, ناامیدی هدایت کنه من مخصوصا هم که در قلب های انسان هم یک خلایی به وجود آمده و سعی میکنیم این خلا رو با چیزهای دنیایی پر کنه فقط برعکسش رو انجام میده وضع دنیا رو می بینیم که حال انسان در کار هست و سوال اینه که امروز برای خدا من نه برای ما ایمادارا بیشتر برای افرادی که هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن که آیا واقعا خدا ما رو برای این خلق کرده آیا واقعا میتونیم بگیم که بعضی دنیا رو نگاه میکنیم و بعضی انسان رو نگاه میکنیم آیا میتونیم بگیم پس خدا بیرون از انسان اینجا برای یک مکانی هست اونجا حکومت میکنه و ما هم در این دنیا هستیم با تمام درد و نگرانی ها آیا هدف خدا یا نقشه خدا این بود ما میدونیم که خدا جایی که خدا حکومت میکنه اونجا محبت اونجا صلح اونجا سلامتی و اونجا آزادیه و برای تمام چیزهایی که برعکس برعکس شیطانه چیزایی که ما نگاه میکنه و میبینیم سوال اینه که چی فکر میکنی کجاست که خدا دوست داره ساکن بشه کجاست چه مکانی هست که خدا دوست داره اونجا حضور داشته باشه و اونجا ما بتونیم همینطور این تمام صفت های خدا رو ما به دست بیاریم و در اونم زیست کنیم زمانی که نگاه میکنیم که سلیمان یک هیکلی ساخته بود و یه هیکلی بود که خدا نقشه هاشو همه چی رو خدا بهشون بخشیده گفته یه هیکلی بسازیم که بتونیم بیاین قوم یهودیا بتونن اونجا بیان و با من ملاقات داشته باشن بعد از این سلیمان اینجا صحبت میکنه و میگه که در اول پادشاهان باب 8 تا 27 میگه که آیا خدای خدا فلحقی بر زمین ساکن خواهد شد نسیم میتونه این قسمت رو بخونیم در اول پادشاهان با به هشت آیا 27. خدا فل حقیقت بر زمین ساکن خواهد شد اینک فلک و فلک و افراک تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانه یا معبد بزرگ که من بنا کردم تو سو اینجا سلیمان میگه که الان واقعا خدا در یک مکانی میتونه زندگی کنه ساکن بشه میگه که تمام آسمون ها و آسمون های آسمون نمیتونن تو رو اینجا میگه که گنجایش رو ندارن این خدای خالق ماست آیا واقعا این معبدی از درست کردم الان خدا میاد در اینجا ساکن میشه آیا خدا در یک جایی که انسان یه چیزی میسازه آیا واقعا میتونه وارد بشه و اونجا ساکن بشه حداقل اون معبدی که خدا به سلیمان گفت که ساخته بشه این یک نمونه ای هست برای آخرم خواهیم دید برای عیسی مسیح حتی می میبینیم که اونجا یک قدس و لغداس هم بود که خدا اونجا می فقط اونجا باید مراسم های انجام میدادن قربانی هایی که باید انجام میدادن که بتونن بیان اونجا با خدا ملاقات داشته باشن کسانی که یک هم عهد عتیق رو میفهمن یا خوندن فقط اینجا میبینیم که خدا به مکان نگاه نمیکنه به ساختمون نگاه نمیکنه مثلا ما یک چیزی بسازیم و خدا میگه آها پس من میام اینجا الان ساکن میشم این هم میبینیم که در اشای نبی باب 57 هفت آیه پونزه ببینیم که خدا به چه چیزی دقت میکنه کجاست که خدا نگاه میکنه آیه معبده آیه یک زیباست و اینجا در اشای نبی باب 57 هفت آیه 15 نسیم در... میتونیم یکم بلندترش کنی؟ من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح فروتن و متواضع دارد تا روح متواضع آن را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. آمین. پس اینجا میگه که من در مکان عالی و مقدس ساکنم. و نیز نگاه میکنه به چی؟ به قلبای انسان و میگه که, که, کسی که روح فروتن و متوازه رو داره خدا به قلب ما نگاه میکنه دقت میکنه مثل اینکه خدا میخواد بگه ببین من اون قسمت زندگی تو اون قسمت قلب توست که من نگاه میکنم و اونجاست که تمرکز کردم تو برای من و قلب تو و زندگی تو برای من مهمه نه ساختمون یا چیزایی برای من میسازی در اشای نبی باب 66, 66 آیه یک و دو اونجا هم دوباره اشاره میکنه این در, در, یک در, مورد یک مکانی صحبت میکنه که خدا بتونه بیاد و اونجا ساکن بشه باب 66 آیه یک و دو بوید. آسمان ها کرسی من و زمین پایانداز من است پس خانه ای که برای من بنا می کنید کجا است و مکان آرام من کجا خداوند می گوید. دست من همه این چیزها را ساخت و جمعی اینها به وجود آمد اما به این شخص که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد آمین پس خانه ای که برای من بنا می کنی کجا است و مکان آرامی من کجاست و دوباره اشاره میکنه که دوباره به چی اما به این شخص که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد پس می بینیم که اون خدای خالق ما به قلبای ما نگاه میکنه چون اون قلبی هست که خودش خلق کرده خدا هیچ موقع عزیزان جایی ساکن نمیشه که انسان ساخته باشه فقط خدا یک مکانی که خودش خلق کرده اونجا میتونه وارد بشه و اونجا ساکن بشه به این خاطر هر کاری بخوایم انجام بدیم هر چیزایی برای خداوند بخوایم بسازه و انسان میخواد بسازه برای خداوند میگه که رد میکنه مگه نه من جایی که خودم خلق کردم اونجا میتونم ساکن بشم حالا ما که اینجا در این, در این کلیسا ما جمع شدیم این ساختمونی هست که ما نگاه میکنیم فقط نرمال ورداری ما باور میکنیم که عیسی اینجا حضور داره درسته؟ چرا حضور داره چون کلام خدا میگه که جای جایی که دو سه نفر در نام من اونجا جمع بشم من اونجا حاضر هستم این ما هستیم که این فضا رو آماده میکنیم که خدا وارد بشه و اونجا ساکن بشه و بتونیم اونجا ملاقات با او داشته باشیم پس خود خود عیسی مسیح یا خود خدا که این نقشه هیکل رو در عهد ات تعتیق نشون داده بود که معمولا بیشتر قوم اسرائیل یهودیا بتونن با اون ملاقات داشته باشن بعد از یه مدت از, از این هیکل یک خرید و فروش کرده بودن به این خاطر عیسی مسیح زمانی که آمد میبینیم در چهار تا هم نوشته شده یه تنابی ورداشت و آمد و شروع کرد همه چی رو به هم ریختن عیسی مسیح تو چه کاری میکنی تو خودت اونجا این هیکل رو به ما بخشیدی که بتونیم با تو ملاقات داشته باشیم و چرا این تناب رو برداشتی و همه چی رو به هم میریزی و اینجاست که فریسی آمدن گفتن که به چه, اخ به چه اختداری تو این کار رو انجام میدی و اینجا عیسی مسیح گفته که این معبد رو خراب کنید یا ویران کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود میگه که من یه چیزی که من تو فکرم از ابتدا بود یک هیکلی نبود که من بیام اونجا و شما بتونین با من ملاقات داشته باشین این هیکل یک نمونه ای هست که یک, یک روز یک کسی خواهد آمد که بتونین اونجا ملاقات صمیمی داشته باشی یک روزی کسی خواهد آمد که اسمش عیسی مسیح که پیشگویی شده که اون باز خواهد باز خواهد کرد که بتونیم مستقیم با خدا ملاقات داشته باشی و اینجاست که نگاه میکنیم میبینیم که خود یهودی ها خود شاگرد های عیسی مسیح به, به عیسی مسیح گفتن که ببین این هیکل رو نگاه کن چقدر هیکل زیباست همه چی پر از طلا پر از شکوه و عیسی مسیح اونجا چی میگه همه ما معمولا انسان هر دفعه به چیزهایی که انسان ساخته نگاه میکنه خداوند میگه که هیچ سنگی روی از سنگش اینجا چیز نخواهد شد نخواهد مود همه چی ویران همه چی خراب خواهد شد هر چیزی که انسان میسازه جلو خداوند باطله فقط من زمانی که عیسی اینجا وارد میشه و میگه که در روز سه در بعد از سه روز من این هیکل رو دوباره بنا میکنم این در مورد هیکل خودش صحبت میکنه که چطور عیسی مسیح خواهد رفت روی صلیب چطور اونجا کفاره گناه های ما میشه چطور دفنش میشه و بعد از سه روز قیام میکنه از مردگان و میگه که الان الان این تمام کارهایی که شیطان کرده بود که شما رو از خدا جدا کرده الان میخوام نه فقط یک هیکلی بسازم که شما وارد بشین بلکه من میخوام از تو خودت یک هیکلی بسازم که خدا بیاد در هیک در زندگی تو با تو ملاقات داشته باشه این هدف خدا بود از ابتدا که زمانی که خدا ما رو خلق کرد با ما ملاقات صمیمانه داشته باشه با مرگ و قیام عیسی مسیح که از مردگان برخیزانید خدا میخواد نشون بده الان امکانی هست که من از تو یک هیکلی بسازم که خدا بیاد در تو ساکن و حاکم بشه که بتونی تا ابد با او متحد یک بشی و حیات ابدی رو داشته باشین به این خاطر اول قرنتیان اینجا نوشته آیا نمیدانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن هست پس الان کوتاه اگر بخوایم جنبندی کنیم اینه که خدا خدای خالق ما فقط جایی ساکن خواهد شد جایی زندگی خواهد کرد جایی که خودش درست کرده و این قلب توست و خدا دنبال قلبای قلبای تک تک ماست که وارد بشه و از تو که الان هیچ هیکلی نیستی یا بیشتر میگم ما در این دنیا میگم هیکل شیطان هستیم بیشتر خرابکاری میکنیم که خدا وارد بشه با نورش با حقیقتش با راستیش و از تو یک هیکل خدای زنده بسازه این هدف خداست این آمدن خداست به این خاطر رو خوندیم که و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد که کار شیطان رو در ما خراب کنه در ما از بین ببره و هر چیزی که خدا میخواد تازه بسازه باید این چیزایی که کهنه است همه چی رو از بین ببره و همه چی رو تازه بسازه و اونجا وارد زندگی ما بشه و خیلی جالب زمانی که در این قسمت میگه که اه اه که عیسی مسیح آمد کار شیطان رو نابود کنه پسر خدا به همین سبب ظاهر شد به همین سبب ظاهر شد تا کار شیطان رو در ما در زندگیش ما نابود کنه میدونی یک جنگی بود جنگی شیطان با خدا و هدف این جنگ برای این می جنگیدن برای این قلبی که تو در تو هست برای این می جنگیدن آلمانی میگن سیل یا هدف این جنگ این بود که قلب تو رو از شیطان و کارهایی که شیطان در زندگی ما انجام کرده چیزهایی که ساخته نابود بسازه و اینجا میبینیم که چطور عیسی مسیح باید سی روی صلیب میرفت و چطور عیسی مسیح با محبتش تا آخرین لحظه با محبتش کار شیطان رو نابود کرد گناه شد توی روی صلیب محکوم شد داوری شد که ما رو باز خرید کنه یعنی اصل خرابکاری عیسی مسیح خرابکاری کار شیطان عیسی مسیح روی صلیب اتفاق افتاد که اونجا تمام قدرت شیطان و تمام افکار شیطان رو اونجا نابود کرد به چه دلیلی که قلب تو رو به دست بیاره که از تو یک هیکلی بسازه که خودش وارد بشه و بتونه اونجا تا ابد با تو ساکن بشه برای این عزیزان ما خلق شدیم عیسی مسیح نه اونجا فقط یک فرقی یا یک, یک بگم که یک, یک دینی به وجود بیاره بلکه برای از بین بردن تمام افکار کارهای شیطان در اندرون ما برای رهایی قلب ما از اعمال شیطان که بتونه اونجا ساکن بشه که بتونیم تمام این صفتهای خدا محبت خدا سلامتی خدا آرامش خدا به دست بیاریم بیرون از تو هیچ حیاتی وجود نداره که بتونی یا هیچ آرامشی وجود نداره هیچ محبتی وجود نداره چیزی که ما احتیاج داریم انسان احتیاج داره اینه که خدا وارد زندگی ما بشه و قبل از اینکه بشه باید اول افکار شیطان تمام اعمال شیطان رو نابود کنه و اون موقع هست که راه ها رو مهیا میکنه که خودش وارد زندگی من بشه او عیسی مسیح آمد که در قلبای ما قلبای تو یک مکانی بسازه که خودش بیاد و آنجا ساکن بشه تمرکز خدا عزیزان فقط و فقط قلب توست چطور قلب تو رو آزاد کنه از اسارت همه چیز رو در تو از بین ببره و نابود کنه هر چیزی که تو رو نابود میکنه همه چیز در تو از بین ببره و نابود کنه که تو رو نابود کرده و هنوز هم شاید نابود میکنه هر چیزی که تو رو اسیر کرده محدود کرده ناراحتی ترس افسردگی درد ناامیدیه، همه چی رو از بین ببره که تمام چیزهایی که از خودش در تو منتقل کنه چیزی هست که ما احتیاج داریم همه چیزی که همه چی که شادی آرامش و قدرت ایمان هر چیزی که شیطان دزدیده دوباره برگردونه به تو هر چیزی که ما رو اسیر کرده نابود کنه به این خاطر میگه که پسر انسان آمده تمام کارهایی که در ما که ما رو به بدبختی به بمبستی به ناامیدی به افسردگی این همه چی خراب کرده همه چی رو نابود کرده که تمام چیزای نیک و خوب و محبت رو چیزی که ما احتیاج داریم به ما برسونه نه فقط از بیرون برسونه بلکه وارد بشه زمانی که تو یک هیکلی میشی برای خداوند و روح خدا میاد یعنی به وسیله روح خدا که وارد زندگی تو میشه وارد قلب تو میشه اون موقع هست که در قلب تو شروع میکنی تمام چیزهایی که ما احتیاج داریم دوست داریم تجربه کنیم از خدا و اکثریت ما دنبال آرامش هستیم سلامتی هستیم محبت هستیم تمام خله های ما که احتیاج داره که پر بشه از محبت اونجاست در قلب تو یا در روح توست که خداوند میخواد وارد بشه همه معمولا مسیحی ها همه ما هیکل خدا هستیم من احتیاج نیست برم توی یک مکانی که با خدا ملاقات داشته باشم همینطور کلام خدا میگه که در زمان در, در یک روزی خواهد آمد که ما با روح و راستی او رو خواهیم پرستید نه در یک مکانی بلکه در قلب‌های ما در روح ما من میتونم برم توی خلم من میتونم برم هر جایی که الان هست توی زندان هر جایی که هست من میتونم با خدا ملاقات داشته باشم چرا چون من خودم هیکل خدا هستم جایی که خدا ساکن شده و اینجاست که خدا به ما این آرامش و هر چیزی که ما احتیاج داریم به میبخشه و قبل از این عزیزان خدا باید همه چی رو نابود کنه که تو رو نابود کرده همه چی رو خراب کنه که تو رو خراب کرده و برای این عیسی مسیح جنگید که جنگی بود عزیزان یه جنگی بود نه اینطوری که با عیسی مسیح بیاد با شمشیر و شروع کنه با, با شیطان بجنگه بلکه جنگ عیسی مسیح میتونم بگم با فروتنی و محبت خودش تو رو باز خرید کرده با فروتنی خودش با اینکه از حق خودش میگذاره و تا روی صلیب اونجا میخوب میشه دهنش رو میبنده تا آخر با این قدرت محبت خودش تو رو بازخرید میکنه از شیطان و شیطان رو نابود میکنه بزرگترین قدرتی که شیطان داره قدرت چیه؟ قدرت مرگه بزرگترین قدرتی داره و زمانی که عیسی هم از این بزرگترین چیزی که شیطان اده نابود میکنه پس تمام چیزهایی که زیر این قدرت موت هست همه چیز رو هم برحال اینجا آزاد میکنه و همه چی رو برحال از بین میبره اینو میبینیم که در کلوسیان باب دو آیه چارده و پونزه بینیم که چطور عیسی هم از با همون محبت خودش اینجا ما رو به هر برحال هر پرونده ای که برای ما ساخته شده که ما رو جدا میکرد از عیسی مسیح اینجا باز خرید کرد دوم قرینتیا میگه که سختی خطی را که ضد ما و مشتمل و فرایز و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاست قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتا آشکار نمود چون در آن بر آنها ظفر یافت آمین یکی از زیباترین آیاهایی هست که چطور عیسی مسیح این دستخطی یعنی این میتونم بگم این دستخطی به وجود میاد زمانی که ما گناهکار هستیم تمام پرونده های تو تمام گناه هایی که تو نوشته شده الان پرونده های پر که برای این باید ما داوری می شدیم چطور اون عیسی مسیح این تمام پرونده تو رو برد بالا و اونجا میخوب شد و چطور اونجا آشکار کرد دو هزار سال پیش که میبینین که ده هنوز میبینی که این صلیب یکی از مهمترین پرشکوه کاری هست که خداوند انجام داده که هیچ موقع به از بین نخواهد رفت چون اونجا نجات توست اونجا زمانی که صلیب رو نگاه میکنی اونجا باید نگاه کنی که تمام پرونده های تو دونه به دونه گناه های تو نوشته و ایسا هم از این پرونده رو ورداشت و این مرگی این مجازاتی که روی ما باید سیمی اومد روی او آمد و اینجا بود که عیسی هم مسیح همه چی رو نابود کرد به این خاطر در یوحنا باب ده و یه ده میگه که دوز نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند دوز نمی آید شیطان نمی آد جز از اینکه خرابکاری کنه شیطان دنبال قلب توست اگه هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردی مطمئن باش هنوز زیر اسارت شیطان هستی سعی میکنی زندگی خودت رو درست کنی سعی میکنی با کارهای خودت یه کاری انجام بدی که بتونی حداقل یکم با خدا ملاقات داشته باشی سعی میکنی به هر احکام خدا و شریعت خدا رو الان مسلمان هستی هر دینی هم داشته باشی سعی میکنی یه کارهایی انجام بدی که رضامندی خدا رو به دست بیاری فقط خدا, خدا میگه که نه من قلب تو رو خلق کردم من تو رو خلق کردم که از تو یک هیکلی بسازم که من بیام اونجا ساکن بشم و راه جا میگه که من عیسی مسیح من راه حقیقت و حیات هستم و هیچ کسی پیش, پیش پدر نمیاد جز به وصلی من من راه حقیقت و حیات هستم و اینجاست که خدای امکانی به تک تک ما میبخشه نه با افکار خودمون بیاییم نه بگیم که چه کارهایی ما کردیم در این دنیا بلکه واقعا بتونیم تسلیم بشیم بگیم که خداوند من, من سعی کردم من همه کارها رو کردم که بتونم با تو ملاقات داشته باشم حالا خودتون نگاه کنید ببینید که در زندگیتون چقدر دعا کردین چقدر الان کسانی که عیسی مسیح رو چقدر سعی کردین با خدا ملاقات داشته باشین به چه نتیجه رسیدین شاید بعضی دعایش ما به شاید شنیده شده شاید بعضی جاها که خود دیدین دست خدا رو فقط یه چیزی هست که بیرون از قلب توست درسی که باید امروز یاد بگیریم اگر باور میکنین همون بدن تو که هست زندگی تو هست روح و نفس و بدن تو هست خدا میگه که اینو خلق کردم که از او یک معبدی بسازم که وارد بشم جایی که من یه چیزی رو خلق کردم میتونم وارد بشم اونجا بتونی با من ملاقات داشته باشی این با قدرت ما نیست بلکه فیض خداست خدا هر کاری که عزیزان هر بگم اسارتی هر وابستگی هر چیزی که وجود داره همه چی رو از بین برده همه چی رو نابود کرده هیچ چیزی وجود نداره که بتونی بگی که الان من اینو باید میتونم با قدرت خودم عوض بکنم هم یا عوض بشم پسر خدا به همین سبب ظاهر شده تا کار و افکار و تمام هیلگی های اصارت شیطان رو نابود کنه و الان برای, برای ما مسیحا حتی متاسفانه من میتونم اینو بگم میتونه اینا باشه که خدا برای ما باور میکنیم بزرگترین قدرت شیطان مرگه به هر گناهی، هر وابستگی، هر اسارتی وجود داری زیر مرگه زمانی که این بزرگترین قدرت رو از بین برده پس ما میتونیم رو هر جایی که ما قرار گرفتیم در اسارت هستیم در نمیدونم وابستگی هستیم در ترس هستیم در نگرانی هستیم همه چی رو نابود کرده که خدا این سلامتی و این آزادی رو به ما منتقل کنه و اینجا قسمتی هم هست برای برادر برای شما میخوام بگم ما مسیحایی هستن میتونم بگم که خدا همه کارا رو انجام داده که واقعا تو رو کاملا آزاد کنه فقط مسیحایی هستن که هنوز روی چیزایی که خدا تو رو آزاد کرده اصلا نمیخوای آزاد بشی در همون جا میخوای ببونی همینطور میخوای در این وابسته بمونی و میخوای به حال نمیخوای از دست تو بدی قلبای ما خیلی جاها هستن که خدا آزاد کرده فقط ما نمیخوایم آزاد بشیم یا غروره یا کل شخیه یا حسادت یا مریضی های مختلف وجود داره خیلی چیزایی هست که میخوام بگم عیسی آزاد کرده فقط ما دوست داریم هنوز در اونجا بمونیم خود دلسوزیه دور خود چرخیدنه خدا میگه من آزادت کردم تمام افکار شیطان رو آزاد کردم از تو دور کردم فقط اینجاست تو باید تصمیم بگیری میخوای آزاد بشی یا نه ما سعی میکنیم چیزهایی که ما دوست داریم آزاد بشیم آزاد بشیم و چیزهایی که دوست نداریم نمیخوایم آزاد بشیم دوست داریم در اونجا بمونیم میتونه خودخواهی باشه حق خودمه خیلی چیزهایی میتونه باشه اینجا یه روح خداست که باید تک تک ما رو هدایت کنه اگه واقعا با راستی او رو جستجو میکنیم من باور میکنم هیچ چیزی وجود نداره که عیسی مسیح حل نشده، نکرده باشه همه چیز کامل ما میتونیم یک زندگی کامل ب... کامل منظور من یک زندگی که واقعا در این آزادی زندگی کنیم بعضی چیزها هستن که طول میکشه که واقعا این اتفاق در زندگی ما بیفته بعضی چیزها هستند که خدا بلا فاصله میتونه آزاد کنه همه چی رفتی به ایمان داره به این خاطر میتونم بگم زمانی که نگاه میکنی به یک مطلبی که در اونجا قرار گرفته در بگم که یک وابستگی هست و اونجا میگه که من فکر نمی کنم میتونم آزاد بشم و زمانی که فکر میکنی من نمیتونم آزاد بشم پس آزادم نخواهی شد و زمانی که ما میگیم که خدا من مرسی که به این خاطر تو آمدی تمام افکار کارهای شیطان رو نابود کنی نه بیرون از من نامده عیسی بیرون از این در این دنیا چیز کنه در ما خراب کنه پس من اعلام میکنم مرسی خدا من در این قسمت میخوام تو رو نام تو رو بلند کنم تشکر کنم و باور میکنم این قسمتم که یه قسمتی از کار شیطانه که شادی منو میدزده آرامش منو میدوسته ایمان منو میدزده چیزایی که هست منو به حال میگم نمیذاره آزاد باشم در این شادی باشم و مام اعلام میکنم یه مرسی خداوند من شاید طول میکشه شاید یه چیزایی هست که بعد از دو سال اتفاق بیفته شاید چیزایی هستن که فرداست شاید چیزایی هست که همین امروزه مهم اینه که آیا واقعا میخوایم یا نه یک روزی جلوی خداوند خواهیم ایستاد نه در جلوی خدا بلکه جلوی عیسی مسیح و خدا میگه که این چیزایی بود که چی رو من نابود کردم فقط تو دوست داشتی درونش بمونی این لطف و محبت خداست چند بارم اینجا موعظهم شده نسی موعظه کرده و آرش موعظه کرده افرادی که واقعا توبه و بازگشت فیض خداست یک امکانی است که خدا میتونه آزاد کنه تو رو الان بی ایمان ها. کسانی که هنوز با عیسی مسیح ایمان ندارن خبر خوشه که خدا از تو هیچ چیزی نمیخواد که تو برای او یک کاری انجام بدی یک معبدی بسازی یه چیزی انجام بدی عیسی مسیح امروز هنوز که به عیسی مسیح ایمان نداری میخواد بپرسه آیا واقعا میخوای من از تو یک معبدی بکنم که من بیام اونجا ساکن بشم یا نه همینطور که وارد یک کلیسایی میشین کلیسای سنتی میشین ما فکر میکنیم الان چه کلیسای زیباست چه کلیسای اونجا خداست و وارد میشیم میگیم برای یک یک احترام قائل هستیم یه احترام مخصوص قائل هستیم توی کلیسای مثلا سنتی وارد میشیم درسته تو میگیم اینجا خداست الان نگاه کنی که ما که اینطوری هستیم نش وارد میشیم در اینجا خدا میگه که ببین الان نگاه کن این قلب توست این قلب توست که من خلق کردم و من میخوام بیام نه بیرون از تو بلکه در قلب تو با روح تو میخوام متحد بشم از تو هیکلی بسازم این پیامی هست برای شما عزیزان کسانی که اینجا هستن کسانی که جلوی تلویزیون هستن شاید با عیسی مسیح هنوز هیچ ملاقاتی یا هیچ هیچ شناختی اینطوری نداشتین شاید همینطور عیسی مسیح پیغمبران رو عنوان پیغمبرانو میشناسی نگاه کنی که به عیسی مسیح که چطور از مردگان برخاست زمانی یه کسی که برخواسته از مردگان پس نشانه اینه که قدرت مرگ رو شکنده و همینطور میتونه به تو این حیات جاودانی رو ببخشه میتونه همینطور که خودش هیکل بود و زمانی که او رو عنوان خداوند قبول کنی این خدا وارد زندگی تو میشه عیسی مسیح میشه و از تو یک هیکلی میسازه او یک نمونه ای هست عزیزان هر کسی او رو ور داره هر, هر کسی او رو قبول کنه امان خداوند خودش یک هیکل خدا میشه این خبر خوش عزیزان برای کسانی که هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن و خدا همه چه مشکلهای تو رو همه درد ها، همه چیزهایی که گفتم هر چیزی که تو رو اسیر کرده او تو رو آزاد خواهد کرد هر چیزی که تو رو نابود کرده خدا همه چی رو خراب خواهد کرد همه چی رو نو, خواهد ساخت هر چیزی که بر حال تو رو نابود کرده خدا میاد اونجا این تمام چیزهایی که نابود کرده اینو نابود میکنه و تو رو رهایی پیدا می رهایی میبخشه می و نه فقط این بلکه همینطور تو در لوقا باب 10 آیه 18 و 19 میبینی که خدا عیسی مسیح هنوز در این دنیا بود هنوز در این دنیا بود فقط دیده با افکاری که با این رایی که خواهد رفت روی صلیب چه اتفاقی خواهد افتاد و اینجا میگه که من شیطان رو دیدم که چون برق از آسمون میافتاد این قدرتی که شیطان داشت چون عیسی مسیح میدونست الان چند روز بعد باید بره مصلوب بشه و به این مصلوب با این مرگش شیطان رو خواهد انداخت پایین یعنی قدرت او رو میشکند و بعد از این میگه اینک شما رو قوت میبخشم که ماران و اغربان و تمام قوت دشمن را پایمال پای کنید نه فقط اینجا از تو یک هیکلی میسازه که, که خدا در تو ساکن بشه بلکه از تو مثل یک قهرمانی میسازه که میگه که تمام این قدرت شیطان که عیسی مسیح همه چی رو شکوند نابود کرد الان میگه که الان تو میتونی اونجا همینطور بتونی بیستی این قدرت شیطان و هر چیزی که تو رو نابود کرده خراب کرده نه فقط در مورد زندگی تو حتی برای دیگران همینطور نابود کنی و همینطور میگه که تمام قدرت قوت شیطان رو پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید نه فقط خدا از تو یک هیکلی میسازه بلکه از تو یک قهرمانی میسازه کسی که بتونی در این دنیا بتونی بایستی مثل یک انسان با قدرت خدا زندگی کنی عیسی مسیح آمده که به تو بگه که چطور باید تو مقدس باشی زندگی کنی او آمده که ما رو یا تو رو مقدس بکنه خودش این کار رو انجام میده آخرین چیزی که من اینجا نوشتم فکر نکنین که الان ما الان موجود روحانی هستیم الان باید کارهای موفق و چیزهایی انجام بدیم در این دنیا نه زندگی ما خیلی ساده زمانی که نگاه میکنی به عیسی مسیح عیسی مسیح صد درصد پسر خدا بود و صد درصد انسان بود مثل انسان زندگی میکرد او الگویی هست که ما باید سی زندگی میکردیم به این خاطر مهم اینه که اجازه بدیم خدا این چیزایی که در ما هنوز از خودش نیست نابود کنه خراب کنه و چیزایی که از خودش منتقل کنه که واقعا مثل بتونیم مثل فرزندان خدا در این دنیا بتونیم بیسیم هیچ کس مجهز به زندگی کامل الهی بر روی زمین نیست ما مجهز به زندگی انسانی بر روی زمین هستیم با حضور خداوند که در ما ساکن یا حاضر است مثل انسان بتونیم در این دنیا با تمام صفتهای خدا در حضور خدا که در ماست بتونیم زندگی کنیم و هر چیزی که ما احتیاج داریم او در ما به ما خواهد بخشید چون آرزو است آمین خوب میشه الان با هم کنیم این سرود آخر هم که ما همینطور که خوندیم که منجی هم همراه منه روح القدس همراه منه در نیم شب چهره را جستجو خواهم کرد در موجهای دریا در خروج امواج چشم من بر روی توست وقتی سختی ها پیش آید تنها در تو پناه خواهم شد این چیزی هست که آرزو خداست که در همه زندگی زندگی خودت اونجا او رو تجربه کنین الان دعا کنیم عزیزان برای کسانی که هنوز عیسی مسیح رو عنوان خداوند نمیشناسن دوست دارم دعا بکنیم چشماتو ببندین و به خودت نگاه کن آیا نمیدم چقدر ایمان رو بردی؟ چقدر در مورد عیسی مسیح شنیدی فقط نگاه کن شاید اولین بار نگاه کن آیا دوست داری الان زندگی تو بدن تو که الان هست دوست داری هیکل خدا باشه این بدنی که الان درون شاید افسردگیه ترسه نگرانیه که امیدی نیست شاید احساس میکنید یه بار بزرگی بارهای بزرگی تو رو روی دوش خودت که اصلا نمیتونی نفس بکشی این همه چی در اندرون توست و خدا بیرون از توست شاید دعا کردی شاید عشقایی ریختی خدا کجا هستی چرا منو نمیبینی شاید به تو ظلم شده تنفرایی در توست شاید خود خدا رو مقصر میبینی در زندگی تو چرا جواب نمیدی خدا و دوست داری یه کسی بیاد یه جیری یه کاری برای تو انجام بده و میبینی که نیست از انسان هیچ انتظاری نیست که به مشکل های خودت رو حل کنه نگاه کن به قلب تو چقدر سنگین شده این قلب تو آیا فکر نمی کنی یه کسی باید وارد قلب تو بشه که تو رو آزاد کنه نگاه کن به فکرهای خودت چقدر این فکرها تو رو نابود میکنه چقدر این فکرها اینقدر میچرخند در تو نه شب نه صبح میخوای راه های پیدا کنی ببینی هی میچرخند مثل یه نواری دوباره میاد دوباره رها میکنی دوباره میاد چرا چطور خدا میگه که این تمام افکار شیطانه به ایسا میگه که من تو صدا کردم و بدون که من برای تو مسلوب شدم شاهدی امین روی صلیب تمام افکاری الان که تو درد و رنج میکشی هن جا همه چی رو نابود کردم آیا واقعا میخوایی عیسی مسیح از تو میپرسه آیا میخوایی وارد زندگی تو بشم آیا میخوای من از این بدنی که الان نابوده پر از تاریکی و ظلمت میخوایی من یک معبدی بسازم که ساکن بشم یک معبدی که من اونجا با تو یک بشم میتونی دعا رو بکنین خودت رو صحبت کن خودت با عیسی مسیح بگو بگو عیسی مسیح اعتراف میکنم زندگی من خداوند مثل یک ویران میمونه به هم ریخته بگو اعتراف میکنم این فکرهایی که من دارم احساساتی که دارم پر از گناه خشم و ناامیدی حسادت فقط مرسی که خداوند منو برای قلب من تو جنگیدی بهش بگو نه با شمشیر جنگیدی بلکه تو رفتی روی صلیب اونجا از حق خودت گذاشتی به خاطر من مردی باور میکنم که تو از مردگان بعد از سه روز قیام کردی چون بیگناه هستی فقط با این دعا هدایت میکنم میگو یسا مسیح اعتراف میکنم که گناهکار هستم و هیچ کاری نمیتونم انجام بدم که گناه من آمرزیده بشه جز از این که بتونم جلوی تو توبه کنم چون باور میکنم روی صلیب به خاطر گناه من تو مصلوب شدی داوری شدی و با تمام قلبم تو رو میخوام دعوت کنم که وارد قلب من بشی میخوام تو رو عنوان خداوند خودم اون خدایی که از مردگان برخیزانیده میخوام تو رو دعوت کنم وارد زندگی من بشی قلب من بشی بهش بگو این دعا رو و بیا از من یک هیکل خدای زنده بساز و خراب کن هر چیزی که منو خراب کرده نابود کن هر چیزی که منو نابود کرده و بیا و تو خودت اونجا ساکن و حاکم باش این دعا رو با تمام دل بکن عزیزان همین امروز خواهی دید چطور خدا زندگی تو رو دگرگون خواهد کرد و برای ما کسانی که مسیح هستن کسانی که عیسی مسیح رو دارن تو قلبشون نگاه کن کجا کدوم قسمت هایی هست که تو مثل که خودت می جنگی با عیسی می جنگی که نمیخوای چیزایی که وابستت کرده آزاد بشی کدوم قسمت هایی هست که احساس میکنی واقعا احتیاج به آزادی داری یا که در عبری غلی بلکه در عهدت در ایسا روحت را بر من بری بگذار پرگردم زیر همین دعا کن با آتش و غیرتت شاید هم همینطور بتونیم بت... از خدا از روح قدس به که روح خدا بیاد و نشون بده نشون بده کدوم قسمت هایی هست که اونجا هنوز روی حق خودم ایستادم روی فکر خودم ایستادم این وابستگی که نمیخوام از دست بدم روح خدا اینجاست که به تو کمک کنه